اقدام پهپادهای متجاوز با سامانه موشکی مرساد. پدافند هوایی خاتم الانبیا در سومین روز از رزمایش مشترک محمد رسول الله ضمن انجام عملیات کشف، شناسایی و رهگیری هواگردهای دشمن یک بار دیگر با اثبات قدرت و توان موشکی کشور موفق به انهدام و سرنگونی سپهباد متجاوز با شلیک موشک شلمچه از سامانه موشکی مرساد شدند. الحمدلله امروز شلیک خیلی موفقی داشتیم. هم سامانه مرساد ما بومی است و هم سامانه موشکی اون، یعنی سیستم موشکی اون، سیستم موشکی شلمچه هست و کاملا ساخته داخل کشور هست. استفاده از انواع رادارهای ثابت و تاکتیکی و بهره‌گیری از اطلاعات دریافت شده از پست‌های دیدبانی بصری و سایت‌های شنود الکترونیکی، رهگیری اهداف متحرک هوایی توسط سامانه‌های کنترل راداری در این مرحله رزمایش اجرا شد. وظیفه شناسایی، رهگیری و سرنگونی هدف‌های متحرک هوایی از جمله پهپادها بر عهده انواع رادارهای ثابت و تاکتیکی بود که به دست متخصصان داخلی ساخته و بومی شده و در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت. دستاوردهایی که قرارگاه پدافند هوایی در این رزمایش به نمایش گذاشت یک دستاورد نوین هست که کنترل، مراقبت، تخصیص و تشخیص هدف رو و واگذاری اون به سامانه‌های ارتفاع پست و متوسط موشکی رو دنبال میکنه. کسب برتری هوایی، وارد کردن ضربه به نقاط آسیب پذیر دشمن، پشتیبانی سریع از نیروهای مستقر در دریا و خشکی، انجام تک‌های هوایی در موقعیت‌های از پیش تعیین شده توسط جنگنده‌های واکنش سریع نیروی هوایی با هدایت خلبانان جوان و متعهد و همچنین انجام سوختگیری های متعدد هوایی از جمله برنامه های نیروی هوایی در این مرحله از رزمایش مشترک محمد رسول الله بود. تعدادی از هواپیمای شکاری بمب افکن ما در قالب هواپیمای کشور نارنجی یا دشمن خودشونو به اهداف دریایی و خشکی رسوندن که توسط نیروهای پدافند به هواپیمای آماده ما اسکرمبل داده شد و دارن هواپیماهای دشمن فرضی رو دارن دنبال میکنن تا اجازه ندن اونها اهداف خودشون مورد اصابت قرار بدن. در این رزمایش مشترک نیروی دریایی نیز با دو ناو پشتیبانی بوشهر و ناو جماران که همکنون در آبهای آزاد حضور دارند نسبت به انجام عملیات شناسایی اقدام کرد.